در حالی که تنها 15 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا باقی مانده، ساکنان شهر میامی در جنوب فلوریدا نیز روز دوشنبه رای‌دهی زودهنگام را آغاز کردند. نظرسنجی‌ها همچنان از برتری هیلاری کلینتون خبر می‌دهد و اکنون برای دموکرات‌ها تنها پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مهم نیست. آنها در تلاشند کنترل سنا را نیز در اختیار بگیرند، یعنی کنترل مجلسی را که در 2 سال گذشته در اختیار جمهوری خواهند بود. خبرنگار یورو نیوز در ایالات متحده آمریکا می‌گوید در حالی که کمی بیش از 2 هفته تا روز انتخابات باقی مانده، هر دو نامزد نگاه به آینده را محور تبلیغاتشان قرار دادند. دونالد ترامپ درباره برنامه‌اش در 100 روز اول ریاست جمهوری سخن می‌گوید و هیلاری کلینتون بر رقابت‌های کنگره متمرکز شده. او که از نتیجه نظرسنجی‌ها جسارت پیدا کرده، مبارزات انتخاباتی خود را روی ایالاتی مانند ایندیانا و میسوری متمرکز کرده است، زیرا او معتقد است با یک فشار اضافی دموکرات‌ها می‌توانند در سنا نیز اکثریت را به دست آورند. رقابت بر سر 9 کرسی است که می‌تواند توازن را در سنا به هم بزند و از این تعداد 8 کرسی در اختیار جمهوری خواهند بوده. حزب کلینتون باید دست کم 4 کرسی به دست آورد تا بتواند کنترل سنا را در اختیار بگیرد، چیزی که می‌تواند کمک بزرگی برای او در کاخ سفید باشد.